بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی اخویان هستم، نقاش. از 5 سالگی نقاشی کار میکردم و تحصیلات من تو همین در راستای نقاشی بوده. این مجموعه کاری که نمایشگاه گذاشتم، مجموعه سنگ ها سخن میگوینه، این خودم فکر میکردم که انصافا سنگ از جمله عناصری است که از حبود انسان و شاهد حبود انسان بر کره زمین بوده و خوبی ها و بدی ها، خوشی ها، همه چی رو با انسان تجربه کرده. این بود که به عنوان یک ناظر بر زندگی انسان من سنگ رو انتخاب کردم، با اینکه سنگ سخته ولی این سختیشو تونسته به نرمی تبدیل میکنه و تمام چیزایی که شما در دنیا دارین میبینین، آثار هنری خیلی خوب با سنگ ساخته شده و تو همه چی این سنگ کاربرد داشته. این از یک نظر برای من خیلی جالب بود. دو، اینکه من خراسانی ام و چون تمام دوران کودکیمو در نیشابور بودم، تو طبیعت بودم، تو کوهستان بودم، تمام لحظات این کارهایی که در زمین رو خدای من ثبت شده، اینها الان داره خودشو داره نشون میده. شاید شما تو یک از کارها یه خروس رو دیدین که روی یک سنگی بوده. دقیقا این خروس رو من داشتم در دوران کودکی که یک زنگوله به گردنش آویزون کرده بودم. این خروس الان اومده تجلی پیدا کرده تو کارهای من، حتی تو سنگایی که اونجا هست، چون مرغا رو شما می‌بینین حک شده کنار سنگ و سنگ اینا رو ثابت کرده و الان داره نشون میده. و این مرغا همون مرغایی بودن که با این خروس بودن، دقیقا تحت سلطه این خروسه. و برای من جالب بود تو اون دوران کودکی اینا رو آورده من دارم کار میکنم. یا اون ماهی که شما می‌بینین از توی سنگ داره در میاد، من این صحنه های تصویری دیدم. یعنی کارهای من یک روایت شفاهی تصویریه. خیلی میگن که احتمال داره من متن خوندم، شعر تبدیل به این کردم. نه، تصویر سازی نیست. بیشتر من تصویر میبینم و تصویرها نقاشی میکنم و کارام فیلبداها هست. یعنی کلن الگو نداره. خیلی ها اتود میزنن، اسکیس میزنن که من تو دانشگاه درس میدم، اینا رو از چون میگم و از دو بچه دانشجو میخوام شما اتود بزنید، حتی من بعد اسکیس بزنید. ولی متاسفانه نمیدونم، خودم این کار رو نمیتونم بکنم، چون من به طور فیلبداهای مستقیم رو تابلو کار میکنم. گاهی اوقات هم تابلو شاید در نیاد، ولی الحمدلله تا اتفاق جوری نیفته به جز یه تابلو همین اواخر. ولی شروع میکنم به کار کردن، همون لحظه ها رو تبدیل میکنم، میرم جلو. شاید چیزی که از اول تو ذهنمه با چیزی که تموم میشه کلا با هم متفاوته. خیلی فکر میکنم مجموعه کارهای من یا سیاسی یا اجتماعی، نه، فقط چیزایی که تو ذهن من میاد و بیشترش هم یک ضمیر ناخودآگاه شخصی و یک جمعیه. جمعیش نسبت به اون ضمیر ناخودآگاه خراسانی من که به قول معروف جان پنداری فوق‌العاده زیاد بود توی قدمای ما، از جمله پدر من که خیلی من خودم تحت تاثیر صحبت‌های پدرم بودم و کارهای پدرم بوده که یک معمار سنتی و آجرکار بوده. اون آجر براش بگونه‌ای بود که حرف می‌زد و آجر رو زنده می‌دونست و حتی سنگ رو اون به من یاد داد. یعنی وقتی میشست روی صندلی، روی صندلی فلزی نمیشست، روی سنگ و چوب میشست، میگفت اینا چه هویت دارن و شما نه رو اون جسمی که هویت نداره رو اونا نشه. بس به سنگ علاقه داشت و من متأثر از کارهای پدرم بود، بخشی از کارام و صحبت‌های پدرم بود بخشی از کارام. و انشالله که و این عمق هیچ وقت تموم برای من نمیشه، چون پدرم به من میگفت که اگر میخوای هنرت بمونه سعی کن که عمق آب باشی. نه مثل هنرمندایی خیلی زیاد که کف رو آبن خیلی زیبا و میترکن و هر لحظه میرن و هیچی باقی نمیمونه. اگر میخوای بمونی سعی کن به درونت بری. طبیعت رو خدا خلق کرده زیباتر است کار تو، ولی تو اگر میخوای کاری انجام بدی برو از ذهنت و از فرهنگت و از گذشتت کار کن. اینا چیزایی بوده انصافا تاثیر داشته تو من. سعی کردم اینا رو تو تابلوام بیارم و اینو من تجربه کردم که یک نقاش باید ذهنشو آزاد کنه، حس بگیره و خیلی خلا متأثر از خیلی چیزا نباشه. بخصوص نظریه های جدید هست که خیلی نظری برای این دارن که هنر حالت رفلکس مسائل اجتماعی در آثارشون. بله هست، ولی این نیست رفلکس مسائل اجتماعیه که شما میبینی. گاهی آدم مسائل اجتماعی چیزی که در ذهن شماست و اینها چیزاست که انباشته میشه که یک هنرمند اینا رو به گونه‌ای روی تابلو میاره. منم در حدی که وسعم بوده واقعا این کار رو کردم. بیشتر وقتمو تو زندگیم صرف آموزش کردم تو دانشگاه، ولی جدیدن فهمیدم که باید یک مدار به خودم بپردازم و چیزایی که در ذهنم ان شاء الله بیارم روی تابلو تا وقتی که زنده ام ان شاء الله.
گالری باز.